دوستان، آلبوم دام از چرسی منتشر شد به همراهی رضا صادقی، خواننده پاپ کشورمون. پشمیزونه، ساب کن و تا آخر این ویدیو همراه من بمون. سلام به دوستان رپتایم، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. آقا بدون هیچ معطلی میریم ریاکشن بریم به آلبوم جدید چرسی. البته کل آلبوم نه ها، دو تا ترک خوب و باحالش رو سعی میکنم بریم. اولیشو گذاشتیم فایل صوتی که رضا صادقی داخل همین آلبوم دام چرسی گذاشته بود. اول گفت فیت با رضا صادقی، بعدش فهمیدیم نه، رضا صادقی داخل دایرکت اینستاگرام یه وایس گذاشته که آقا چرسی اومده همون وایس رو فایلشو فایل کرده گذاشته داخل آلبوم. یعنی اینجوری شده دیگه تقریبا. بریم با هم دیگه وایس رو بشنویم. آقا بعدش یه دونه ترک هم بعد از داخل همین ویدیو یه ترک هم میریم، ترک پوتک و کچی بیتو، چون کلا 50 ثانیه است، چیزی در نمیاد. سلام چرسی عزیزم، چطوری؟ هم خوبی؟ ببین من داشتم مرور میکردم خیلی این تیکش بارا، چطوری هم خوبی؟ بارا تو دیدم که توی دنیای خودت خیلی داری خفن و با قدرت و همچین گردن کلوف میری جلو. وای رضا صادقیه دیگه مطمئنم 100%. گفتم پیشنهاد بهت بدم، نظرت چیه؟ همین حال با حال خفنه. آها فکر کنم داره پیشنهاد میده در آینده بخونم کاری کنم. گرد احتمالا فیت واسه این آلبوم نتونسته برسه. دنکلوفتو با گویش بندر عباسی آره دیگه گفتم انجامش بدین. چجوریشو نمیدونم، چون میدونم باهوشی، کستت هم باهوشن. به نظر من انجامش بده. از عمورزای ریش سفید فقط یه پیشنهاد، ولی میدونم کل با اجازه گذاشته اتمن، اجازه خود رضا صادقی این فایلو گذاشته داخل یا کیف میکنن باش بخون بشنویم کیف کنیم. حاضی کسایی که پاپ میخونن الان اومدن طرفدار رپ شدن. به قول سهراب ام جی میگفت نه نمیخوره پاپ به رپ. آقا بریم واسه ترک بعدی، چون این ترک خیلی دیگه کوتاه بود، گفتم آقا الان بخوام اینو برم کنم 2 دقیقه ویدیو در میاد. بریم ترک بعدی، ترک فیت با کچی و پوریا پوتک. آقا کاور کارم این نگاه بندازیم این ریزیم ور چطوره کاورش، بس بزنیم جلوتر. کاور کار رو بچه ها داریم میبینیم که خود چرسیه. آقا کاور خیلی ساده و بالی داره، اصلا ملایمه، کلا کاور خاصی نداره، یه بک سیاه چرسی که رپ رو گرفته داره میره بالا. بریم سراغ ترک خود چرسی فیت کچی فیت پوتک. بیت خداست. مارک بیت هم خورده بود اولش، گفت دیگه مثلا اش اونم بیداری شب و بیرکین من داشیام کشمانیم. مارک بیت حس میکنم جامپ خیلی شدید الان میخوره رو بیت. تو بده سلوات کارو تو کشه. نه نه نخور جامپه. من میده ای بد بیدم لوکیشن. نمیاد بهم که کارام سوبر شه. نمیاد کارام سوبر شه. یعنی نمیاد کارام ضعیف و اینجوری. میزنم قانونی زیرش تو بیشه. تو بده سل. میگه اگه عجتم کنی میزنمت قانونی. وات کارو تو کشه. من میده ای بد بیدم لوکیشن. نمیاد بهم که کارام سوبر شه. واقعا کارای چرسی هیچ موقع بود نمیاد. میزنم قانونی زیرش تو بیشه. کو پشت سبونش تاپ جامپر رو نمیزنه، جامپر چرسی واقعا خلاص یه هوی میاد. چون بچه گمرون تو دستم شامپاین وایم هیت میشیم فامیلی روی میسوزونم برای مومدان پرک. بچه گمرون فکر نکنم این موزیک کنم ملایم سیکسش کنم. تو کریر شاپامونه کرده تجربه با ماها وان نایت بام میگیریم دست فقط ما رو توی مارکت. وای چه خوبه چرسی، جغت صداش جا افتاده داخل این آلبوم. روی استیج میکنم وای بام جام روی استیج. فکر کنم تنها کنسرت چرسی همین داخل تهران بود دیگه، پلیس اینا ریختن گرفتنشون، نگرفتنشو پلیس ریخت اونجا فرار کردن همه، ولی خب فکر کنم همون بود. آره دیگه تنها استیجی که میتونه بگی رو استیجم همین تهران بود دیگه، 2 ماه پیش بود داخل تهران داخل یه سال. من تک فلیس گردن کاستوم نکلس استوری منو میاد از سفلیس کارتر کن استوری این فناش استوریش میکنن تگ میکنن اونو داره میگه بعد خروشه فش تو جیبا کشه رو تیوی نتفلیکس با... خوب ولی جا افتاده نسل چهاری ها خودشون بد جور کشیدن بالا. قلم دافم با رفیق چته برنامه فردا مو چیده ای سب دافم با رفیق وقتی که ایترم آنلاین شپه ستون نخلم و انسا
توتون نخل لقبشو داره. این امضام رو سینم نشسته لژنز وردای میشم اسطوره و زنده است. حاجی اون جامپه نمیاد، داره مولایه میاد. بعد مرگم هم کشنده است، ارسام داشیم کشمانی. چرسی کشنده است تو موزیک قبلیش میگفت، میگفت چرسی کشنده است. این الان میگه بعد از مرگ چرسی هم بازم چرسی کشنده. همشون رنده میخونم یوتیوب کورین جک پال، اینه پوتی فک میدم بینول. اینه پوتی فک میدم بینول، پوت داره اشاره میکنه پوتک داخل این آهنگ. فلکس هم رو چین آیستاد بالا ایرفورت خفل پا بیل با صدام. وای خیلی خوبه حاجی، واقعا کیفیت بیت بالا، جوری که چرسی داره میخونه، چون اصلا انتظار نمیره موزیک، یعنی آلبوم گادی بخواد ببنده که بس، واقعا خیلی دیگه حرفه‌ای. همه جا پخش این رینگتون میکنم هیلاری شب و بیل کلینتون پیش. این دامایی که میزنه پشت سرم اسم آلبوم دامه دیگه، اینجوری میزنه توی گنگ تر خانواده سیمسون با خشیده اشکفل بیلتون با کچی. یعنی داخل این آهنگ هم کچیه هم پوتک، اسم دوتاشون رو هم آورد. اول گفت فیتام بینال مثل پوتک، این تیکه دوم داره به چرسی میده. همه گیت میاد بیم با لینکون، تو همه که فکر میکنی آسونه کارمون، ترک بده تو مارکتیت کن. آخه اینجاش خیلی خوب بود، میگه تو هم اگه فکر میکنی آسونه بیا تو مارکت ترک بده هیت کن. یه اشاره میزنه به اینکه هیت کنه ترک و منفجر کنه ترک. یه اشاره میزنه به آهنگای قبلیش، هیت یک و هیت دو. سلوات کارا تو کشه من میده ای بد بیبم لوکشن، نمیاد بهم که کارم کورسش هم با خودش هرسی تو برشه، میزنم قانونی زیرش تو بیشه تو بده سلوات کارا تو نه کورسش با حاله کشه من میده ای بد بیبم لوکشن، نمیاد بهم. قبل از این ما رپ دری داشتیم ریاکشن میرفتیم، خداشکر نوش شست، خوب نمیگم بد بوده ولی خدایی اصلا نمیرسن به پای رپرایی را که کنم تو بشه میزنم قانونی زیرش تو بیشه بردی تو فاز دب نید. اوه کچی اومد، آجی کچی خیلی خوبه، یعنی یه جوری ملایه میخونه مثل ریری دیگه، ریری رو میشناسید شاگرد کچی. یعنی اون موقع که میخواست ریری بیاد داخل آلبوم زتا میگفت کچی میگفت از این خوشم اومد که مثل خودم داشت ملایم و لش بود، تقریبا سبک سپیناست دیگه. تو فاز شخص دنبال پگ نی دنبال بگه، من ورسم فکت تو هم که برگه، آن یعنی فکت نی آن یعنی وای. یعنی اینه با هم دیگه مت شدن دیگه، پوتک لیتو چرسی گادپوری شایی همه کپه سرم دیگه کپ نی تا صفه هم مونده پول دارشم من فقط مونده پولدار شم، یه آرزوم فقط اینه که پولدار شم، همه کارا رو کردن. این مارکت تو شخ می‌زدم هر وقتی که مو داشتم. آه الان کچی کچله، اشاره میکنه به موقع که مو داشت، میگه این مارکت رو من شخ می‌زدم اون زمانی که مو داشتم. من فاز نو اسکول گاد می‌زنم تو خب دورانی که به تتلم دیستاد مونه تو برانت، همه چی هم ازم بگیرن کار رو میپزم رو شوفاش. آه قشنگ بود، میگه اگه گازم ازم بگیرن میفزم غذامو رو شوفاز، منظورش موزیک بکشین کنار چاغالا نزنم قرشه جان اینجا. اوه حاجی چرسی هم اینجور حالت دیسمانند اومد، ولی دیگه این بر کچی واقعا داره بد میزنه. جا استیلامون درجه یک در البرزه و افی خد نی لاین حتم باشه کردیته. خیلی باحال میکنه ای خدا وکیلی تو رپاتون بیشتر کلمات فارسیانه، یه دونه بود لینا بود چی بود دختر اسمش داخل اینستاگرام میخون، یه کلمه فارسی میخون ده کلمه انگلیسی. بی پسی تری لکسی مالا برجا نمیرفتیم با دوزدا پارسی رو پاس بده بازی میپاچه رو هوا تشریف بیاریم توک پا باشه خوبه کشم فلو با کچی مت شد واسه این بدخواه ما شدیم فوبیا میگه واسه بدخواه اون شدیم فوبیا یا یا اوه دام تیبل و بوک تو راه روین یه دفع پشمام حاجی پوتی اومد بریم عقب تر اینمه تیبل و بوک تو راه روین یه دفع کلاسی سوفیا لورن کره با دی وای باز یه فدورا سرم مافیا سی 96 هم پره حاجی پوتک هم خیلی خوب داره میخوره برو عقب نه که وایسی بام با یه بگ رو لب مرسی نایسی بام میدن من اصلا الان نمیخوام بسینو باز کنم، ولی فیت سورپرایز بوتک چی شد هنوزم نیومده، تو این آلبوم اومده فیتش هنوز نیومده بیرون، عجبا. تو هر کلاب نایتی رام با یه اس کلاسیک 91 واقعا پوتک، یعنی پیشرفت پوتک رو تو این آلبومای اخیریش داریم میبینیم چقدر قویه، تو این آلبوم هم. تو آلبوم خودش که شاخ قرمز که ترکید با هر چی که بخوامو میارم برام با الیست آه میگه هرچی که بخوام برام میارن دیگه انگار کش و مایه داره به اونجا نمیرسه بگم یه چیزی چرا نیست آه میگه انگار پولدار شدم به اونجا نمیرسه که بگم آقا این چیزه چرا نیست گلالا دولارا کوکا خد میشن روی میز چشا تیز های بجی عالی پولیس ها هلن و هیگیر تکس و پلن و پرن و پیگیر قضیه پولیس ها خیلی خندم میگیره میگه تو آلمان رفته بودم موزیک ویدیو جمع کنن
پلیسا ریخت پوتک خایه کرده بود. عکسو میفرستم حتی تو خودت اصلا نمیدونم البته فاز رپ اینجوریه مثلا ما اینجوری گنگ بودن خودت نشون میدی ولی خب واقعی نیست دیگه متاسفانه. برام برلین فکس و صلیب و برعکس مرلین منسون مثلا الان یکی به چرسی پلیس به چرسی زنگ میزنه خایه میکنه در واقع مثلا تو موزیکاشون اینجوری نشون میدن این عکس چی نمیترسه. فازم ایلومیناتی خوبی بچه بانکم تا خیابونی فاز ایلومیناتی داره واقعا. برام مهم نی با کیا بودی با کی نموندی با کی اون یه گذشته واسه مهم نیست با کی بودی با کی نبودی با اینکه نداره بیبیم تراس شب دستم ولی الان راست میگه پولو میذارم با اینکه بیبیم نداره تراس خیلی خاص جو عوض کن بذار یه چی پلیشه جو عوض کن بذار یه چی پلیشه جو کلا عوض شد جو ببین یکی ناز داره بگو سری پلیشه بهترین یکی ناز داره تلی اتاق صرف شش شات اینت بدون چرسی اومد واسه کورس آخر کار تو کشه من میده ای بعد بیبم لوکیشن نمیاد بهم که کارم سو برشه میذارم قانون واقعا آجی کورسش دوست دارم گوش کنم یعنی اگه این قضیه کپی رایت نبود من تا آخر موزیک هیچ حرفی نمیزدم فقط گوش میدادم انگار که واقعا وای به موزیکش خوبه زیرش تو بشه تو بده سالوات کارات تو کشه من میده میگه تو بده سالوات ای فکر کنم با گاتفوریه میگه تو بده سالوات کارات اوکی شه من با موزیکام کارم اوکی میشه بعد بیبم لوکیشن چون پوری قضیه الله و این داستانا رو شنیدید دیگه کلا بیوگرافیش الله و تصویر اینجوری میاد بهم که کارم تو بشه میذارم قانونی زیرش تو بشه تمام دام واقعا خدا بود بچه دوم این ترکش اگه این ویدیو اومد زودتر بیرون بچه ها حتما بنویسید ترک بعدی آلبوم کدوم باشه یادتون نره کانال یوتیوب سابسکرایب کنید نظرتون در مورد آلبوم دام بنویسید چطور بود و کدوم فیتشو بیشتر دوست داشتید خیلی دوستتون دارم با امید دیدار.